4:50 صبح میتونید هوا روشنه، تو بارون داره میاد و اگر نه چطور من خیسه همین الان خورده آرومتر شد بارون. گفتم که گوشی رو در بیارم و به تصویر برای شما بگیرم. در حالت معمولی الان باید یه خورده روشن‌تر باشه چون الان هوا ابریه، سیگنال قطاره. با درود به شما دوستان، من رضا هستم از دانمارک و قطعاً به خوش‌ذوقی یک یکتون برای انتخاب ویدیوهای من تبریک میگم. آقا ما داریم میریم کوپنهاگ، همینجوری که میبینید هوا هم بارونیه. خیلی وقت بود که ساعت 4 بیدار نشده بودم، من همیشه 5 بیدار میشم، فکر نمی‌کردم یک ساعت زودتر بیدار شدن اینقدر اذیت کننده باشه. شبم دیر خوابیدم، فکر می‌کنم ساعت 12 خوابیدم، بعد برم کوپنهاگ کاری انجام بدم. اگر اون کار موفقیت آمیز بود حتما نتیجهش رو با شما دوستان به اشتراک میذارم. فعلا نمیخوام بگم میخوام چیکار کنم، حالا ببینیم چی میشه، این کاری که میخوام انجام بدیم درست میشه یا نه، حتما با شما دوستان به اشتراک میذارم، شما از نتیجه کار آگاه میکنم. دوستان مطالب رو آماده کردم، گفتم تو این سفر 3 ساعته که ما داریم از شهر اسبرگ میریم به سمت کوپنهاگ با هم دیگه 3-4 تا ویدیو گفتم ضبط بکنم. همونجوری که میبینید صورتم هم داغونه. وقتی که میخوایم مسافرت بریم، معمولا هالیدی بریم و اینا، که دلایلی که من زیاد طرفدار این هالیدی رفتن ها نیستم اینه که همیشه رفتنش اینجوری دیگه، صبح زود آدم باید بلند شه و بیخوابی داره و بعد بار بکشه این بر اون بر و چمدون جابجا کنه و اینا. آخرین بار رفتیم پارسال که رفته بودیم هالیدی، همچین احساسی داشتم، همچین حس بیخوابی رو تجربه کردم. دفعه دوم الان کلا رفتن به مسافرت اینا، صبح بیدار شدن، من همیشه اینو من واید بگیرم که شما این بیشتر ببینید از اینجا، دستم هم اینجور خسته شده بگیرم که صبح بیدار میشم. همیشه اون تخم مرغ رو نزنم، من از دم در خونه نمیرم بیرون. تخم مرغ رو زدیم و خلاصه چایی هم زدیم و جای شما خالی ساعت 4 صبح دیگه، 4 و نیم اینطورا از در زدم بیرون. پروازمون حرکت ما هم ساعت 5 و نیمه، الان ساعت 5:20 دقیقه، بارون مشتی هم گرفت جای شما خالی، متاسفانه هواش خیلی اذیت میکنه. اگه واقعا هوا آفتابی بود خوب بود، قدم میزدیم لذت میبردیم از شهر، از فضای شهر، از مرکز شهر هم اومدم. این قطار دیگه داریم، این نباشه یه موقع من رو اومدم نشستم، البته نمیشه کوپنهاگ فرودگاه کوپنهاگ نهایتش میرم تا فرودگاه کوپنهاگ بعد برمیگردم. خلاصه همین بعدیش اینه که بارون میاد، کفش و لباس و بند و بساط زندگی همه خیس شده. تا برسیم اونجا خوش میشه دوباره، ولی فکر کنم اونجا هم باز یه مقدار پیاده روی دیگه داشته باشیم و دوباره خیس بشه. آقا بریم سر اصل موضوع، من اینجا برای شما مطلب اونجا یادداشت کردم، اینم آوردم اینجا. این خیلی جالبه، ما اینو از آیکیا گرفتیم. این گوشی رو میذاری روش نگاه میکنم، چون من گفتم خیلی یوتیوب نگاه میکنم، گوشی رو اینجوری میذاری، این صندلیه درست کردن، صندلی برای گوشی ها. گوشی رو میذاری روش تو زوایای مختلف نگاه میکنی. گفتم بیارم امروز دوربینو بزنم برای شما رو این، ولی خب حالت اینجوریه، زاویهش رو به پایین یک مقداری زاویه دوربین بعد بشنم. چترمون هست، اینم شارژرمون، شارژرم اینجاست دوستان، اگه میخواید ببینید این بالا اینجا شما میزنید و شارژ میکنه. آقا بریم در مورد دانمارک و انگلیس میخواستم با شما صحبت کنم.
یکی از دوستانی که من رو دنبال میکنه در این ایستا با من در تماس بود، میگفت که مثلا دانمارک چطور اینا، میخوایم بیایم دانمارک یه سری بزنیم و یه کاری داشتن، ولی خب سیتیزنشیپ انگلیس رو داشتن دارن. به محض اینکه وارد شده بود به دانمارک به من مسیج داد، گفت عجب کشور خوبیه، چقدر عالیه، چطوری میتونیم بیایم، راه مهاجرتش چیه و اینا. گفتم بابا شما هم انگلیس بهمون خیلی خوبه، شهروندی اونجا رو داری. گفت نه نه خیلی دوست دارم بیام دانمارک. گفتم که من بیام این ویدیو رو درست بکنم، نظرم رو با شما دوستان به اشتراک بذارم که واقعا من چی فکر میکنم. قطعا دانمارک کشور بهتریه، اصلا شکی درش نیست و اینو خیلی از دوستان گفتن. چند نفری که تصمیم گرفتن از کشورهای اسکاندیناوی مثلا نروژ و سوئد و دانمارک، حالا من فنلاند حساب نمی کنم، خود فنلاندی ها رو اذیت کنیم، اینجا کشور خوبی نیست برای مهاجرت. البته اگه تنها آپشنتونه حتما برید، خیلی از ایران بهتر، از جایی که شما زندگی میکنید خیلی بهتر، ولی اگر آپشن دانمارک یا نروژ رو دارید حتما بیاید دانمارک یا نروژ، و دانمارک رو بذارید در صد به دلیل موقعیت جغرافیاییش. خب دوستان این بلیت هم نمیان چک کنن، معمولا صبح زود نمیان، هر موقع شما بلیت میخرید نمیان، ولی وقتی بلیت ندارید میان چک میکنن. قانون مورفیوس منیجر ما همچی گفت. این به چشم اومدن تفاوت ها چیز اصلیش، اون دلیل اصلیش بحث تفاوت وضعیت اقتصادی این دو تا کشوره. دانمارک خیلی وضعیت اقتصادیش از انگلیس بهتره، در واقع دو برابر بهتره، و این تفاوت در همون بدو ورود شما کاملا اون رو مشاهده میکنید، از مردمش، از آرامشش، از تمیزیش، از خیلی از چیزها. شما کاملا یه خورده اینور هم ببینید، شما بیرون هم ببینید، مسلطون سهنره، خیلی از این تفاوتها رو شما به صورت همون اول در بعد ورود مشاهده میکنید. خب اگه دوست داری بیای واقعا باید این رو در نظر داشته باشی که دوتا موضوع هست، یکی زبانش هست، یکی بحث زبان کشور دانمارک، و دوم بحث شهروندیشه. خب زبانش مسلمه زبان سختیه، سختم نیست دوستان. به هر حال ببینید وقتی شما مثلا انگلیسی یاد گرفتید، یا مثلا انگلیسی خب خیلی راحت تر از زبانهای دیگه است، به هر حال یاد گرفتن زبان دوم یک مقدار ممکن مشکل ساز باشه، اذیت بکنه دیگه، یه مقداری اذیت میکنه، ولی خب بالاخره ایرانی های زیادی اومدن اینجا یاد گرفتن با آی کیو به نظر من خیلی پایین تر از مخاطبین کانال من، و شما هم میتونید یاد بگیرید، ولی خب حواستون باشه به هر حال یک زبان سوم هستی، اگه مثلا زبان دوم انگلیسی بلدی زبان سوم میشه دانمارکی، و خب چالش های خودش رو داره. به اضافه اینکه دریافت شهروندی کشور دانمارک هم 9 سال زمان میبره، اینو در نظرتون باشه که 9 سال شما باید اینجا بمونید، خلافی نکنید، مشکلی نداشته باشید، کار قانونی باید کرده باشید، مالیات پرداخت کرده باشید. 9 سال با این حال زمان میبره که شما شهروندی کشور دانمارک رو ببینید. و اینکه کلا سیستمش، نکته سوم این که سیستم کشور دانمارک به درد افرادی میخوره که کارمندی روش زندگیشون یا دیدشون به زندگی کارمندی، یعنی اگه شما میخواید بیاید بیزینس را بندازید و اینا، به نظر من انگلیس خیلی بهتره. تجربه شخصی من، خب من کسی هستم که توی هر دو تا کشور بیشتر 4 سال دیگه تقریبا توی دانمارک هستیم، انگلیس هم که 10 سال زندگی کردم، به نظر من انگلیس خیلی بهتره برای بیزینس کردن از همه لحاظ، بیزینس های کوچیک، و یعنی که اگر شما بخواید در استاک مارکت یا این چیزا سرمایه گذاری کنید، انگلیس یوزر فرندلی تره، مالیاتش پایین تره، و به هر حال زبانش انگلیسیه و جمعیتش بیشتر، کلا برای بیزینس کردن در هر دو روش من به نظر من کشور انگلیس انتخاب بهتری است تا کشور دانمارک، مضاف بر اینکه زبانش انگلیسیه، مضاف بر اینکه شهروندی رو 5 6 سال دیگه میده کشور انگلیس. به خاطر همین نظر من و دوستان که حالا اگر میخوان تازه مهاجرت کنن، اینه که انگلیس رو و کلا انگلیسی زبانها رو انتخاب کنن. اگر هم شهروندی انگلیس رو دارن، این رو یادشون باشه که دانمارک به هر حال شما یک آپشن خوبی است برای شما اگه میخواید یک مهاجرت دومی رو تجربه کنید بعد از دریافت شهروندی کشور در واقع انگلیس. اون موقع شهروندی رو دریافت بکنید، بخوره جا افتادید در کشور انگلیس، میتونید که مهاجرت دومتون رو هم تجربه بکنید. خب دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. حالا من سعی میکنم در طول مسیر یه سری تصویر دیگه بگیرم، دو سه تا ویدیو دیگه هم ضبط بکنم. دوستان گفتن که همیشه تو ماشینی ضبط می‌کنی ویدیوهاتو، این به دلیل اینکه خب راحت‌تره خیلی، چون اصل من خودم همیشه یوتیوب که نگاه میکنم تصویرشو نمیبینم، معمولا گوشی میذارم رو گوشم، کارامو که انجام میدم سر کار، مثلا پیاده میرم و میام بعضی موقع،
یوتیوب گوش میدم. معمولا من خودم بیشتر شنیداری هستم در یوتیوب، به خاطر همین سعی میکنم که به دوستانم همیشه گفتم که سعی بکنید ببینید مطلب چیه. حالا تصویر زیاد مهم نیست، ولی گفتیم یه تنوعی هم باشه. حالا به هر حال خیلی وقت بود، بکنم 6 ماه بود که من توی ماشین تصویر میگرفتم، گفتم که حالا تنوعی هم باشه بد نیست. خب دوستان، خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم هر جا هستید همیشه سالم، ثروتمند و سعادتمند باشید. و دوست دارم خط بکنم بنشه از خودم هست: خوشا آن دم که با یارم به سر شه، به می پیراهنم خونین اثر شه، بمیرم در هوای لحظه ای که دلم با یک نگاش زیر و زبر شه. تا ویدیو دیگه، فعلا خدا نگهدار. دارتا های مسیر با من باشید. گارد سلطنتیه. دوستان گفتن ویدیوها خسته کننده شده دیگه، اومدم ناف کوپنهاگ دیگه، از اینجا دیگه کوپنهاگ تر نمیشد بری. کدومه؟